آیا خروج احتمالی آمریکا از پیمانی هسته‌ای با روسیه جهان را در آستانه یک مسابقه اتمی مهارگسیخته قرار می‌دهد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. آمریکا تهدید کرده از پیمانی با روسیه خارج می شود که نزدیک به 30 سال پیش از ابعاد یک مسابقه اتمی میان دو ابرقدرت وقت کاست و باعث شد تا جهان از کابوس یک رویارویی هسته‌ای فاصله بگیرد. پیمان منع تولید و آزمایش موشک‌های هسته‌ای میان برد موسوم به INF. روسیه میگوید این اقدام به اندازه بازی با ماشه اسلحه اتمی خطرناک است. آمریکا میگوید اگر چنین است چرا روس‌ها بارها این پیمان را نقض کردند و اصلاً چرا چین قدرت نوظهور نظامی و اقتصادی عضو این پیمان نیست؟ بازگشت به دورانی از خطر و تهدید چقدر جدی است؟ در این برنامه درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد از همین شهر، و منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک. خوش آمد میگم به همه میهمانان برنامه. آقای حسنیاری، آیا دعوا اصولاً بر سر همین موشک‌های نواتور 9M729 هست که از نسل موشک‌های اسکندر به حساب میاد و آمریکایی‌ها میگن که آزمایش و تولید این موشک‌ها ناقض این پیمانه؟ این بخشی از مسئله است، مشکلی. بخش دیگر برمیگرده به روابط بسیار بد بین دو کشور، همینطور مسئله چین که شما اشاره کردین و مسائل دیگری از این قبیل. در مورد این موشکی که اشاره کردین، SS-38، موشکی است که قاعدتاً اگر روسیه به ساخت اون اقدام کرده و اون رو آماده است که به کار بگیره، خب به طور قطعی این ناقض این پیمان هست. ولی روسیه جواب خیلی روشنی در رابطه با این انتقاد آمریکا نمیده و مشخصات خیلی روشنی رو از این سلاح به دست نمیده. در نتیجه روسیه هم آمریکا رو متهم میکنه به اینکه این در این مورد تقلب کرده و بیشتر جنگی است بین دو قدرتی که خواهان این هستند که به طور جدی در مورد این پیمان بازنگری بکنن، به خاطر اینکه این پیمان همونطور شما اشاره کردین در مقدمه به چند دهه است که به وجود اومده و از اون زمانی که به امضا رسیده تا به امروز تحولات بسیار زیادی رخ داده، از جمله تغییرات سیاسی در منطقه شرق اروپا و همچنین در آمریکا. اگه روی همین موضوع متمرکز بشیم، روسا میگن که شما یک سپر دفاع موشکی رو آزمایش کردید، بخشی از اون رو در رومانی و بخشی از اون رو در لهستان مستقر کردید که اون خودش نقض این پیمان بوده، اسمش هم هست ABM. و جالب این هست که پای ایران همینجا وسط میاد. به طور قطع، به خاطر اینکه اون زمان که بحث به وجود آوردن این سیستم ضد موشکی مطرح شد، از زمان جورج بوش پسر بود، بعد زمان اوباما به کلی لغو شد. در اون زمان آمریکا مدعی بود که این سیستم رو به کار میخواد بگیره برای مقابله در مقابل کشورهای یاغی. خیلی روشن به ایران اشاره کردن، به لیبی اون زمان و به خصوص به کره شمالی. و روسیه چون این توضیحاتی رو قبول نکرد و این سیستم رو علیه خود تلقی کرد. نتیجه پای ایران در این میان به تبع به میان بوده و امروز هم به اعتقاد من چنین هست، بخاطر اینکه یکی از مشکل یا ایراداتی که آمریکایی‌ها می‌گیرن دقیقا همین هست که کشورهای دیگر دستشون بازه. و بخصوص اگر نگاه بکنیم به مقالاتی که جان بولتون در سال 2011 و 2014 نوشته در این مورد، بخصوص در مورد این پیمان INF، خیلی روشن اشاراتی داره به کشورهای دیگر. از یک طرف بر این عقیده بود که این پیمان بایستی گسترش پیدا بکنه، چین و دیگر کشورها رو در بر بگیره، در اون زمان هم از ایران و کره شمالی اسپرده، ولی به طور کلی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی ایران رو به نوعی خطر برای امنیت خود می‌بینن.
با توضیحاتی که آقای حسن یاری دادن، آقای فرهنگ، به نظر میاد که موضوع فقط جنبه‌های امنیتی نداره، بخش‌های مهمی از اون در میآمیزه با نگرانی‌ها و منافع و مسائل سیاسی. اجازه بدید با عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای شروع بکنیم که در سال 1970 به تایید کشورهای مختلف دنیا رسید. این سه اصل داشت. یکی این که حرکت تدریجی اون پنج کشوری که دارای تسلیحات هسته‌ای بودن در جهت خلع سلاح و حداقل محدود کردن این گونه تسلیحات و موشک‌های قابل استفاده برای حمل تسلیحات هسته‌ای. دوم، تعهد امضا کنندگان به پیروی از عهدنامه و دنبال نکردن دستیابی به تسلیحات هسته‌ای. و سوم، کمک کشورهای دارای تکنولوژی هسته‌ای به کشورهای امضا کننده عهدنامه برای دستیابی به مقاصد علمی و صلح‌جویانه. واقعیت امر اینه که از آغاز این امر در آمریکا جناح‌های مختلفی بودند که به طور کلی با هر نوع محدود کردن توانایی نظامی آمریکا مخالف بودند. البته در گفتگوی عام تأکید روی بی‌اعتمادی و عدم شرکت برخی کشورها می‌گذارند، ولی انگیزه عمیق‌تر جنبه ایدئولوژیک و کاربرد سیاسی داره، به این شکل که میگن توانایی بالقوه آمریکا برای قدرت بلا منازع شدن در آمریکا و بنابراین حفظ امنیت کشور ایجاب میکنه که این تعهدات رو ما نپذیریم. البته این کمتر مورد بحث عام قرار میگیره، ولی وقتی به نوشته ها و تحلیل های کارشناسان دست راستی توجه میکنیم، ببینیم که به طور کلی این گونه عهدنامه ها در رابطه با محدود کردن توانایی هسته‌ای همیشه با مخالفت جناح‌های دست راستی در آمریکا روبرو بوده و امروز در دولت بوش این عناصر دارای قدرت بسیار زیادی هستند. جان بولتون تنها فرد نیست، او به عنوان مشاور امنیتی پرزیدنت ترامپ نقش مهمی داره، ولی اعضای دیگری که امروز در وزارت دفاع، وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا شرکت میکنن تحت تاثیر این مغازه دست راستی ها هست. آقای فرهنگ، شما به مختصات پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی کم و بیش اشاره کردید. آیا میشه گفت که همین جناح‌های راستگرا، همین چهره‌های راستگرایی که خودشون از سایر کشورها ایراد میگیرن، میگن که اینها مثلا NPT رو نقض میکنن، مثلا معاهدات بین المللی رو در این زمینه جدی نمیگیرن، مشوقان اصلی آمریکا هستن که خود آمریکا چه این کاری بکنه؟ در واقعیت تمرینه که موازه ای رو که به طور عام میگیرن الزاماً بیانگر انگیزه ها نیست، به این دلیل که افکار عمومی چه در آمریکا و خصوصا در اروپا و بقیه جهان از به اصطلاح محدود کردن حداقل تسلیحات هسته‌ای دفاع میکنه، یعنی حمایت عام و حمایت سیاسی از این جهت در خود آمریکا هم وسیعه. ولی واقعیت تبینه که وقتی به تصمیم گیری میرسه، اینها از جهت ایدئولوژیک فکر نمی کنن که بین قدرت‌های بزرگ جهان میتونه توازنی ایجاد بشه که این توازن به صلح و امنیت جهان کمک بکنه، بلکه تفوق نظامی است که میتونه خواسته های اقتصادی و امنیتی آمریکا رو ارضا بکنه. خانم میزر، همیشه امنیت اروپا برای آمریکا مهم بوده، یکی از دلایل انعقاد چنین پیمانی هم امنیت اروپا بوده. میشه گفت که این ادامه سیاست یک جانبه گرایی آقای ترامپ داره زمینه مصالحه کردن بر روی امنیت اروپا رو فراهم میکنه؟ اروپا حداقل اینجور میبینه قضیه رو، به این معنا که از دید اروپا در حقیقت اگر مسابقه تسلیحاتی پیش بره، خطر اول برای کشورهای اروپایی خواهد بود. اولا این کشورها بعیده که بازگشتن برخی سلاح‌های میان قدرت رو در زمین خاک خودشون بتونن بپذیرن به خاطر فشارهای داخلی،
و دوم اینه که در صحبت‌های دو سه روز گذشته ماکرون روز یک شنبه مطرح کرده، دیروز آلمان مطرح کرده، در اتحادیه اروپا مخالفت شدیدی هست با خروج از معاهده، به این معنا که نگرانیشون اینه که حتی اگر بپذیریم که روسیه آزمایش‌هایی کرده که در نقض پیمان بوده، خروج ایالات متحده زمینه رو باز میذاره برای روسیه که گسترش بده برنامه اتمی خودش رو. از طرف دیگه این مطلب هم داره در بریتانیا و در اروپا مطرح میشه که در حقیقت هدف اصلی این اعلام کردن چنین سیاستی توسط ترامپ داخلیه، به این معنا که ما در آستانه انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده هستیم، در از قول دموکرات‌ها صحبت از این میشه که مولر داره به نتایجی میرسه در رابطه با تحقیقاتش در انتخابات 2016 و رابطه روسیه، مسئله عربستان و قتل کاشوخچی هست. اینها زمینه‌های شده برای اینکه یک توجه را از این مشکلات دور بکنه و خصوصا در رابطه با تحقیقات دخالت روسیه در انتخابات، اگر درست باشه که داره به نتیجه میرسه، اعلام چنین سیاستی در حقیقت نشانه است از اینکه آقای ترامپ میخواد خودش رو جدا کنه از چنین دور کنه از این اتهامات. صحیح. خانم مزر، بازم صرف نظر از اینی که آقای ترامپ در داخل آمریکا چه موقعیتی داره، در اونجا به دنبال چه هست، اگر اروپا در برابر این واقعیت قرار بگیره که آمریکا از این پیمان خارج بشه، چه راهی خواهد داشت؟ مثلا مدت‌ها بوده که در مورد یک ارتش اروپایی حرف می‌زدند. آیا اروپا به اینجا خواهد رسید که باید خودش مسئول تأمین امنیت خودش باشه؟ این در حقیقت جزء خواست‌های مشخصا دو کشور قدرتمند اروپا، آلمان و فرانسه است و خروج بریتانیا زمینه این رو بیشتر آماده می‌کنه. در نتیجه طبیعی است که اگر این طرح به پایان برسه و واقعا عملا ایالات متحده خارج بشه، ما شاهد همکاری‌های امنیتی بیشتری در درون اتحادیه اروپا خواهیم بود، به رهبری آلمان و فرانسه. البته آقای حسن یاری، اشاره مختصری کردید به اینکه چین اینجا نقش مهمی داره با توجه به سیاست‌هایی که داره دنبال می‌کنه. صرف نظر از اینکه کی پیمان رو نقض کرده، اگر آمریکا و روسیه، کشوری مثل چین رو دارن در کنار خودش که داره توانایی نظامی و هسته‌ای خودش رو تقویت می‌کنه، آیا نمیشه به آقای ترامپ حق داد که از چنین پیمانی خارج بشه و خواهان این باشه که نگاهی به چین هم انداخته بشه؟ خب ببینید، از زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسید، تاکیدش بر یک امر بود و اون این که چین رقیب جدی آمریکاست. بحث روسیه کمتر بود در مقایسه با چین. واقعیت این هست که خب چین قدرت اقتصادی دوم جهان هست. واقعیت این هست که چین در دریای چین داره دست به اقداماتی میزنه که مشکلاتی برای کشورهای همسایه به وجود آورده و چین به تدریج با قدرت اقتصادی که داره، قدرت سیاسیش رو توسعه میده و همچنین قدرت نظامیش رو، گرچه هنوز فاصله بسیار بسیار زیادی از نظر تسلیحات، کیفیت تسلیحات در مقایسه با آمریکا داره، ولی چین قدرتی است که به تدریج داره سر در میاره و جایگاه خودش رو میطلبه. اون چیزی که مهم هست این است که باز اگر برگردیم به نوشته های جان بولتون در گذشته، خیلی روشن از این مسئله صحبت به میون می آورد که آمریکا و روسیه بایستی فشار بیارن بر چین که چین هم وارد چنین پیمانی بشه. خب امروز چین از اینجایی که وارد این پیمان نشده، دستش بازه، هر کاری که بخواد بکنه در این زمینه میتونه انجام بده.
و به نظر من بخشی از بحث خروج آمریکا از این پیمان میتونه به نوعی یک بلوف سیاسی باشه که فشار بیاره بر روسیه تا اینکه چین هم وارد بشه. از طرف دیگر بایستی بر این امر هم واقف بود که علی‌رغم اینکه روسیه و چین از زمان فروپاشی شوروی و توسعه ناتو به شرق اروپا و حتی تا مرزهای روسیه و چین انتظار می‌رفت که این دو کشور از نظر نظامی، از نظر امنیتی به هم نزدیکتر بشن، علی‌رغم صحبت‌هایی که میشه و یا شرکت بعضی از سربازان چینی در مانورهای رزمایش‌های نظامی روسیه، واقعیت این هست که این دو کشور مشکلات عمیق تاریخی دارند و به این راحتی به نظر من با هم کنار نمیان. در نتیجه ممکن هست که این تز هم قابل بررسی باشه که این نوعی بازی سیاسی است برای فشار آوردن بر چین و داخل کردنش این در چنین پیمانی. آقای حسنیاری، شما چقدر با این ارزیابی موافقین؟ ما اگر به مواضع چین و روسیه در مثلا در شورای امنیت سازمان ملل متحد نگاه بکنیم، خیلی به نظر میاد که در زمینه‌های زیادی هماهنگ عمل می‌کنند. آیا میشه گفت که وضعیت به سمت بازگشت به دوران جنگ سرد پیش میره؟ خب ببینیم، به نوعی جنگ سرد از فردای به قدرت رسیدن آقای پوتین شروع شد به نظر من. زمانی که پوتین در احیای به اصطلاح قدرت روسیه در کشورهای همسایه خود بر اومد، بعد به تدریج خارج شد، بحث کریمه پیش اومد، بحث اوکراین پیش اومد، خاورمیانه امروز می جولانگاه حضور روسیه است و همه اینها به نوعی نشان از این میدهند که روسیه بیش از آن چه که آمریکایی ها به حاضر هستند میدان به اون به روسیه بدن، روسا بیش از این میخواهند و در نتیجه این برخورد خواهد کرد با خواسته های آمریکا و حتی خواسته های اروپایی ها در این زمینه. آقای فرهنگ، شما چی فکر میکنید؟ بازگشت جنگ سرد و شبه تهدیدهای اتمی نزدیکه؟ به اون شکل گذشته خیر. ببینید، امروز 90% تمام تسلیحات هسته‌ای که در دنیا وجود داره مال آمریکا و روسیه است و بین آمریکا و روسیه یک توازن هسته‌ای وجود داره. چین داره یک قدرت بزرگ اقتصادی میشه و تقابل اقتصادی هم که با آمریکا داره چین رو تشویق میکنه که در جهت دستیابی به تسلیحات هسته‌ای نزدیکتر به آمریکا و روسیه بشه و به نظر من بسیار سخته که چین متقاعد بشه که محدودیتی در حال حاضر ایجاد بکنه. ولی در این حال برخلاف گذشته که بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا به طور اخص و تمام جهان غرب روابط اقتصادی و تجاری قابل ملاحظه‌ای وجود نداشت و این تقابل جنبه ایدئولوژیک داشت، جنگ سرد در چارچوب ایدئولوژیک ادامه پیدا کرد. امروز مثلا بین چین و آمریکا روابط تنگاتنگ اقتصادی بین این دو کشور طوری است که آمریکا به چین احتیاج داره و چین هم به آمریکا در جهت بازار، و در این حال سرمایه گذاری که چین و در آمریکا میکنه و کمپانی های آمریکایی در چین دارن، اون جنبه ایدئولوژیکی که در دوره جنگ سرد وجود داشته امروز وجود نداره. مسئله قدرت و رقابت اقتصادی است. به همین دلیل هم است که در آمریکا ناظرین و سیاستمدارانی که میخوان با چین وارد گفتگو و مذاکره بشن دست بسیار قوی دارن. حتی در این روزها حتی کسانی که از روسیه انتقاد میکنن که نقض کرده تعهد خودش رو به INF، هیچ با خروج آمریکا مخالفن. میگن که ما باید مذاکره رو ادامه بدیم و بازنگری بکنیم برای اینکه حداقل از نظر روانشناسی در دنیا و جلوگیری از پیشرفت تسلیحات هسته‌ای در دیگر کشورها بتونیم بهره مند بشیم. یعنی این توافق بین آمریکا و روسیه محدود به خود اونها نیست، بلکه جلوگیری از انتظارات، توقعات و به طور کلی انگیزه های کشورهای دیگر که تسلیحات هسته‌ای رو تنها راه جلوگیری از حمله خارجی برای خودشون میدونن. این امر
برای بسیاری از تحلیلگران آمریکا که از ترامپ انتقاد میکنن جنبه بسیار قوی و وسیع داره. خانم بزر، این روابط و در هم تنیدگی اقتصادی که آقای فرهنگ اشاره کردند، این بین روسیه و اروپا هم وجود داره. روسیه یکی از بزرگترین تأمین کنندگان انرژی اروپا هست، روابط گسترده با غول اقتصادی اروپا آلمان داره. تا چه اندازه این روابط میتونه به عنوان اهرمی استفاده بشه ازش که تنش‌ها رو کاهش بده، به یک راه حل برسن؟ از نظر اقتصادی روسیه در موقعیتی نیست که بتونه مقاومت کنه در برابر فشارهای اقتصادی. ما میبینیم تحریم‌هایی که تا حالا وارد شده و فشاری که در رابطه با این قرارداد گاز وجود داره بین بر هم آلمان هم بر اینکه کنار بیاد از این قرارداد و هم برای روسیه فشار زیادیه و تحملش برای روسیه سخت خواهد بود. ما در موقعیتی کاملا متفاوت از دوره جنگ سرد زندگی میکنیم، دقیقا به دلیل صحبتی که آقای فرهنگ گفت. روابط اقتصادی نه فقط چین و ایالات متحده روسیه و اروپا، بلکه جهانی شدن روابط اقتصادی سرمایه که همه رو با هم درگیر کرده، همه رو با هم در یک اقتصاد درگیر کرده. و از طرف دیگه تفاوت دیگه اینه که اگرچه اتحادهایی همونطور که اشاره شد گاهن دیده میشه بین چین و روسیه، ما اردوگاه شرقی رو که مسکو میتونست در رابطه با سیاست ده ها کشور تصمیم بگیره و در اون رابطه برنامه سیاسی اقتصادی پیاده کنه، در حال حاضر نداریم. نه رابطه چین و روسیه چنین حالتی رو داره، نه چین متحدانی سیاسی و محکم دوروبر خودش داره. این کشورهایی که باشون رابطه اقتصادی داره نوعی وابستگی توامه، چین به اونها وابسته است، اونها به چین وابستن. هر کدوم از مهمانا یک دقیقه وقت دارن برای نتیجه گیری. خیلی کوتاه آقای حسنیاری، اگه در نهایت آمریکا به جایی برسه که خارج بشه، چه تغییر بزرگی در دنیا دیده میشه؟ خیلی کوتاه. مهمترین تغییر این خواهد بود که کشورهای دیگر رو که خواستار دستیابی به تسلیحات هسته‌ای هستن، اونها رو ترغیب میکنه که در این راه پافشاری بیشتری داشته به بیشتری بکنن. روسیه رو به بسیاری از کشورهای خاورمیانه نزدیکتر خواهد کرد و آمریکا رو تا حد بسیار زیادی دور. آقای فرهنگ، شما چی فکر میکنید؟ اگر به چنین جایی برسه چه خواهد شد؟ در سال 1945 آلبرت اینشتین گفت که نیروی هسته‌ای و سلاح هسته‌ای جهان رو داره تغییر میده، ولی ما منتظر این که آیا فکر و ذهن مغز انسان رو هم تغییر میده یا نه. سلاح هسته‌ای حربه‌ای برای کشتار جمعی، برای خودکشی. آیا بشر به اون جایی رسیده که جلوی خودکشی جمعی رو بگیره؟ این سوالی است که هنوز پاسخ روشنی براش وجود نداره. و خانم میزه، شما در نهایت اگر جمع‌بندی بکنید در حد 1.5 دقیقه، کوتاه‌تر صحبت کردید، وقت بیشتری برای شما در نظر گرفتم. من فکر می‌کنم اگر روسیه با چنین موقعیتی روبرو بشه، احتمالاً آزمایش‌های کنونی رو بیشتر خواهد کرد و بعد و فاصله این اسلحه‌های میان رنج رو بیشتر خواهد کرد، خطر برای همه دنیا بیشتر خواهد بود. چین به جای پیوستن به این معاهده در پی این خواهد رفت که راه خودش رو بره. چین بسیار نگران از اوضاع سیاسی جهانی. کسانی که از چین میان این رو بیان می کنند که برنامه اقتصادی ترامپ عوارض گمرکی و الان پیش آمدن مسئله پیوستن چین به معاهده‌ای که در مقطع شروعش اصلا چین نیروی اتمی جدی نبوده، این حالت ایزوله بودن چین رو بیشتر خواهد کرد و خطر رو برای جهان بیشتر خواهد کرد. و خیلی کوتاه خانم میزر، برای کشوری مثل ایران چه معنا و مفهومی خواهد داشت که هم بر سر برنامه اتمیش بیشترین فشارها رو شاهد بوده و هم بر سر برنامه موشکیش؟ نشون میده که آقای ترامپ فقط مسئلهش ایران نیست، در خیلی جاها به خاطر منافع ایالات متحده سیاستهایی دنبال میکنه که الزاماً به نفع خود ایالات متحده هم نیستند. سپاسگزارم از میهمانان عزیز این برنامه که این بحث رو
درش مشارکت کردند. هوشنگ حسن یاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، یاسمین میزر سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد و همینطور منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک با ما. ممنون که با این صفحه دو همراه بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت BBC در دسترس است. bbcpersian.com/2. این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدداً ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه. شناسه توییتر ما @bbcpage2. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس است. facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر میتونید نظر خودتون رو درباره برنامه امشب برای ما بنویسید. همه برنامه‌های صفحه دو در فیسبوک ما آرشیو شده. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب و روز شما خوش.